سید مصطفی تاج‌زاده متولد 9 شهریور ماه سال 1336 در تهران، سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران. او در دولت سید محمد خاتمی معاون سیاسی وزیر کشور و سرپرست این وزارتخونه پس از استیضاح عبدالله نوری بود. او در دولت میرحسین موسوی نیز معاون امور بین الملل وزیر ارشاد وقت یعنی سید محمد خاتمی. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت ملل. اساس مشخصات شناسنامه‌ای مصطفی تاج‌زاده متولد 1 آذر ماه سال 1335 در تهران، اما به گفته خودش روز تولد حقیقی او 9 شهریور ماه سال 1336 است. پدر و مادرش اصالتاً اهل حران در شهرستان ورزنه اصفهان بودند. خانواده او چه از سمت پدر و چه از سمت مادر همه به علمای معروف منتسب بودند. محی‌الدین فاضل حرندی یکی از استادان حوزه علمی قم دایی او بود. مصطفی تاج‌زاده در سال 1354 دیپلم متوسطه خود را اخذ کرد و در امتحان اعزام به خارج از کشور قبول شد. او با ورود به آمریکا ضمن تحصیل در رشته مهندسی مکانیک فعالیت‌های خود را در مسیر مبارزات سیاسی علیه حکومت پهلوی از طریق انجمن اسلامی کالیفرنیا پی گرفت و به همراهی تعدادی دیگر گروه فرق رو تشکیل دادند. او در سال 1359 با فخر و سادات محتشمی پور ازدواج کرد. همسرش دخترعموی علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور سابق و از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت است. این زوج دو فرزند دختر دارند. تاج‌زاده در جریان 7 اجلاس دفتر تحکیم وحدت در مرداد ماه سال 1379 و تظاهرات خرم‌آباد پس از آنکه فرودگاه خرم‌آباد توسط نیروهای لباس شخصی محاصره و از حضور عبدالکریم سروش و محسن کدیور در اردوی دفتر تحکیم وحدت خرم‌آباد جلوگیری به عمل آمد، محاصره کنندگان رو فاشیست خواند و به اتهام توهین و تحریک در دادگاه محاکمه شد. پس از پایان دوره محرومیت 3 سالش از انجام خدمات دولتی، او در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 در شهر تهران نامزد شد. این انتخابات با پیروزی مطلق اصولگرایان همراه بود. همه 15 نفر لیست انتخاباتی اصولگرایان انتخاب شدند. تاج‌زاده در جایگاه 16 قرار گرفت و عضو علل بدل شورا شد. او در جریان رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 یک روز پس از انتخابات بازداشت شد و پس از تحمل 9 زندان که 4 آن انفرادی بوده است بدون دریافت حکم از دادگاه یا پرداخت وثیقه آزاد گردید. او در تاریخ 26 خرداد ماه 89 نامه‌ای خطاب به مردم نوشت و اعلام کرد که برخی از همراهی‌هایش با انقلابیون در دهه 60 خطا بوده است. همسر او فخر سادات محتشمی پور که با نگاشتن عریضه ها و نامه های سرگشاده خود نقش مهمی در اطلاع رسانی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده های آنها داشت در روز 10 اسفند 89 دستگیر شد. مصطفی تاج‌زاده در تاریخ 23 خرداد ماه سال 1389 در سال روز دستگیری خود پس از انتخابات سال 1388 در نوشته با عنوان پدر مادر ما باز هم متهمیم به تحلیل برداشت خود از شرایط زندان، اتهامات، کیفرخواست و مسائل دیگر پرداخت و نوشته خود رو به ندا آقا سلطان از کشته شدگان جنبش سبز تقدیم کرد. مصطفی تاج‌زاده در نامه سرگشاده‌ای که در تاریخ 25 مهر ماه سال 1390 در زندان اوین نوشت و در وبسایت‌های اصلاح طلب منتشر شد، به آزار و اذیت خانواده زندانیان سیاسی ایران اعتراض کرد. او در این نامه به این موارد اشاره کرد: حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانواده زندانیان سیاسی و مراسم آنها مانند افطار و دعای کمیل،
عدم اجازه به فرزندان زندانیان سیاسی برای ادامه تحصیل در ایران یا کشورهای دیگر، اخراج منتقدان جمهوری اسلامی و خانواده و بستگان آنها از کار و عدم اجازه کسب درآمد جهت گذران زندگی، تهدید و ترساندن خانواده زندانیان سیاسی و دخالت در امور خصوصی آنها، دستگیری کسانی که به خانواده زندانیان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی کمک مالی می کنند. او همچنین در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران به دستگیری و محاکمه فخر و سادات محتشمی پور همسرش به قصد وادار کردن او به عدم اظهار نظر درباره امور کشور اعتراض کرد. در این نامه او حکومت ایران را در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی دانسته و قصد خود از نامه نگاری به رهبر ایران رو یادآوری اصول و ارزش‌های انقلاب ایران خواهد که به عقیده او در نظام تحت رهبری علی خامنه‌ای آشکارا نفی و نقض می شود. او در نامه خود خطاب به خامنه‌ای نوشت که مخاطب قرار دادن او به آن معنی نیست که امید دارد رهبر جمهوری اسلامی به ظلم آشکار دستگاه قضایی رسیدگی کند. در بخشی از این نامه آمده است که من حدود 2.5 سال است که در زندان به سر می برم و در تمام این مدت تنها به علت اینکه نظرات خود رو درباره مسائل کشور به صورت کاملا قانونی منتشر ساختم، برخلاف قانون در شرایط انفرادی نگهداری می شوم. از شما می پرسم بر مبنای کدام معیار اخلاقی و انسانی مقامات قضایی مطیع اوامر حضرت عالی حق دارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن من به سکوت و عدم اظهار نظر درباره امور کشور همسرم رو دستگیر و محاکمه کنند؟ در روز اول آبان 1390 تاج‌زاده در مصاحبه‌ای در زندان اوین پیشنهاد کرد که ایرانیان برای نشان دادن اعتراض خود به حبس خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام همبستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آمادگی برای تحریم انتخابات مجلس در اسفند ماه سال 1390 اولین دوشنبه هر ماه دست به اعتراضات مدنی بزند. مصطفی تاج‌زاده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392 در نامه‌ای که از زندان اوین منتشر کرده بود نوشت: محافظه‌کاران حاکم در حال تبدیل شعار میزان رأی ملت است به شعار میزان رأی رهبر است هستند و شورای نگهبان راه برای پیروزی نامزد مورد نظر رهبر هموار گردد و ساختار نظام سیاسی ایران رو سلطنت مطلقه فقیه نامیده است و از آن داشته که راهی جز عدم شرکت نداریم. تاج‌زاده که در سال 1388 به 6 سال حبس محکوم شده بود، در اوایل سال 1393 به علت نوشتن نامه‌ای از درون زندان به سید علی خامنه‌ای مدت حبسش 1 سال افزایش یافت. در شهریور 1393 تاج‌زاده در نامه‌ای خبر از ضرب و شتم خودش توسط ماموران بازجویی و تلاش آنها برای گرفتن اعتراف از او علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و محمد خاتمی داد. تاج‌زاده در آذر سال 1393 در حالی که حدود 4 سال در روزه سیاسی بوده است، یک مرخصی 3 روزه گرفت که به گفته وبسایت کلمه این مرخصی درمانی بوده. مصطفی تاج‌زاده تمام سالهای حبس خود رو برخلاف قانون به بند عمومی منتقل نشد و در انفرادی روزگار گذروند. از این واقعه وکیل او در گفتگو با ایسنا خبر داده بود که پس از اتمام محکومیت 7 ساله موکلم پرونده جدیدی در رابطه با غیبت از مرخصی برای او تشکیل شد که در این پرونده او به تحمل 4 ماه حبس محکوم شد. پس از تجدید نظرخواهی در شعبه 48 دادگاه تجدید نظر، او به پرداخت جزای نقدی 200,000 تومان محکوم و حکمش قطعی شد. با احتساب این موضوع احتمالاً موکلم 15 خرداد ماه آزاد می شود. تاج‌زاده در بامداد 15 خرداد 1395 پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان یعنی 7 سال آزاد شد. مصطفی تاج‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 اظهار کرد که به لحاظ شخصی به روحانی رأی می دهم، ولی به لحاظ جریانی
به اندیشه اصلاحی رأی می‌دهم، یعنی به دموکراسی در ایران و صلح در منطقه رأی می‌دهم. مصطفی تاج‌زاده در واکنش نسبت به سخنان صدیقی امام جمعه تهران در مورد معترضان تأکید کرد آشغال نامیدن و بدتر از آن آشغال دانستن فرزندان معترض و سرخورده ما که همگی پس از انقلاب دنیا آمدن به دور از منش نبوی و علوی است. اگر نمیتوانیم دردی رو دوا کنیم، نمک بر زخمشان نپاشیم. احترامشان را نگه دارید و به شعور این ملت شریف و با فرهنگ توهین نکنید. تاج‌زاده در خرداد ماه سال 1397 در جمع شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان کوکیلویه و بوی رحمت تاکید کرد که کشور همیشه با مشکل مواجه بوده است، اما در هیچ دوره‌ای تا این اندازه مشکلات مختلف روی هم به صورت انباشته شده وجود نداشت. او همچنین ضمن طرح این سوال که اگر امروز از ما بپرسند مهمترین مسئله امروز ما چیست، خود در جواب میگوید بی‌کفایتی مدیریتی، فساد، تبعیض ساختاری، بی‌اعتمادی رو به رشد در جامعه و مشکلات اجتماعی و زیست محیطی مهمترین این مسائل است. مصطفی تاج‌زاده شامگاه 17 تیر ماه سال 1401 بازداشت شد. همسر او فخر و سادات محتشمی پور در ارتباطی زنده از طریق اینستاگرام ضمن تایید این خبر به خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی کشور هشدار داد که مسئولیت جان تاج‌زاده با آنهاست. همچنین خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی از بازداشت تاج‌زاده تحت عنوان آنچه اقدام علیه امنیت ملی درج شده خبر داد. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که توسط کدام نهاد بازداشت شده و اکنون در کجا نگهداری می شود. اما اخباری هست مبنی بر اینکه اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به بازداشت او کرده است. در انتها صحبت‌های آقای تاج‌زاده درباره بمب‌گذاری‌های ایران رو با هم ببینیم. و آخرین نکته من در مورد قتل زنجیری. قتل زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، همین که دوست شما بوده، کاظمی بوده، قتل زنجیره آیه زاکانی کیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دوتا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.